به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک مخاطبین گرامی. با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. بلینکن سفری داشت به منطقه، دیدار به عربستان و باز شدن عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل که میدونید با عادی سازی عربستان دیگر کشور عربی هم احتمالاً به اون خواهند پیوست. اما چی داره روی میده و تبعات اون یا ثمرات اون چی هست برای منطقه؟ موضوع مهم همینجاست. یه روی کردی داشته باشیم به کشور عربی. بارها گفتیم اونا بقاشون رو از غرب میخرن. آیا این بقا در تمام این سالها احیا، ایجاد و حفظ شده؟ خب میدونید از بزرگترین توافقات بین اعراب و غرب سایکس پیکو بود. در توافق سایکس پیکو بریتانیایی ها و فرانسوی ها وعده هایی دادن، هم به کرد ها هم به اعراب. اون موقع عثمانی بود و این بخش ها بخش های از سرزمین عثمانی بود با حکومت های محلی، و خب اعراب ایستادن در مقابل عثمانی تضعیف شده، فرسوده، عثمانی که از بُعد تکنولوژیک عقب مونده و عثمانی که سالها درگیر جنگ هایی در گوشه و گوشه بود، مثل جنگ های رومانی با ارتودکس ها و روس هایی که می اومدن اونجا سالها جنگده بودن، تضعیف شده بودن. فرصت خوبی بود. سایکس پیکو رقم خورد، عثمانی فرو پاشید و جنبش جوانان ترک و پیدایش کمال. اما آنچه که مهم هست این هستش که یکی از اولین های توافق بین اعراب و غرب سایکس پیکو بود. بنا بود که تمام سرزمین های عربی یک کشور بشن، به مانند تمدن حجاز که اومد از شبه جزیره حجاز به در واقع منطقه ما و تا آفریقا و بخشی از اروپا گسترش پیدا کرد. یه تمدن بی‌نظیر، قدرتمند و چند صد سال پایدار. این وعده ای بود که بریتانیا داده بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اساسا ما با شکل‌گیری عربستان سعودی روبرو شدیم. سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، که اینها عملا با خطوطی هم از هم جدا شدن که به شدت عجیب غریبن. پس اولین وعده بریتانیایی ها با اعراب محقق نشد. جلوتر که اومدیم شاید پررنگ ترینه پترودلار بود در دل جنگ های اعراب و اسرائیل. نفت به دلار بسته شد در زمان نیکسون و خب اونجوری آمریکا تونست دلارش رو حفظ کنه. ولی چی به اعراب رسید؟ به نوعی خاندان سعودی بر سر کار باقی ماند. اما آیا خاندان سعودی از این توافق به یک توسعه رسید؟ معنای توسعه رو با هم یه مروری کنیم. رشد پایدار در دراز مدت در تمام مؤلفه ها در یک جغرافیا، یعنی از لحاظ اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، نظامی. شما باید در تمام یک جغرافیا به صورت دراز مدت و پایدار رشد کنی. به این میگن یک کشور توسعه یافته، به این میگن معنای توسعه. مثل امروز چین، کشور عربی بقای خودشون رو خریدن، یعنی شما سلطنت آل سعود رو دارید در عربستان. اما آیا به توسعه رسیدن؟ نه. هر آنچه که در عربستان هست پالایشگاهی هستش که به نام آرامکو هست و بخش عمده اینها رو غرب شریکه. فکر کنم 4 تاش برای سعودی از 15 تا 11 تا دیگه شون تو کامل شریکن. و اونها اجازه حرکت به سمت توسعه نشدن. از لحاظ نظامی آیا توسعه پیدا کردن؟ بومی سازی کردن؟ خیر. از لحاظ اقتصادی بومی سازی کردن؟ خیر. از لحاظ مواد غذایی و امنیت غذایی آیا نه، هیچ کدوم این اتفاق نیفتاده. حتی در برهه میبینیم که از لحاظ امنیتی هم غرب حالا امنیتشون رو تأمین نکرده. مثال های وجود داره، تعداد زیاده. در حمله به آرامکو ترامپ کاری برای اینها نکرد. کرد؟ یا من چرا همش عربستان رو مثال بزنم؟ بذارید جاهای دیگر هم مثال بزنیم. شما میدونید در
حمله، در واقع اقدام به حمله میخواستن بکنن اعراب، عربستان امارات به قطر، و اگر نبود ایران و ترکیه، قطری امروز وجود نداشت. آیا اون توافقات امنیتی بین قطر و غرب کمک کرد؟ نه. غرب واکنش مداخله جویانه به نفع قطر و برای تنظیم این مسئله نشون نداد. در حمله انصارالله یمن به امارات، آیا غرب میتونست بازدارندگی ایجاد کنه یا ایران بود؟ در صلح ابراهیم، آیا این صلح امکان پذیر شد؟ چند ساله از دوره آقای ترامپ دنبالشن، از قبل هم بودن. یا یه نگاه دیگه بندازیم به ائتلافاشون، این ائتلافاتشون چقدر موفق بوده. ائتلاف عربستان و امارات در حمله به یمن شکست خورد و کشورهایی که میمدن به این ائتلاف میدوشیدن اینا رو و خارج میشدن، مثل پاکستان، مثل ترکیه. یا در ائتلافی که تشکیل دادن به نام اتحادیه عرب، قرار بود 400,000 نیرو داشته باشه، یه ناتو باشه و کشور عربی بیان سیاست گذاری کنن در منطقه و و و، مثل آن چیزی که اتحادیه اروپا و ناتو هست. اینقدر اختلافات بینشون زیاد بود، تو یک مقطع امارات اومد توی عمان، اینقدر یه تیمی رو گرفتن، یه رسوایی به وجود اومد تو عمان که جاسوس‌های اماراتی بودن و اونجا کار امنیتی گسترده میکردن، سطح روابط تنزل پیدا کرد. یا عراق به کویت حمله میکرد، سوریه به لبنان حمله میکرد. شما وقتی نگاه میکنید، عربستان به قطر حمله کرد، امارات به یمن حمله کرد. حال مثال های زیادی در دل تاریخ هست. ببینید در عادی سازی روابط با اسرائیل اون کشورها چی به دست آوردن، چون بعضیشون عادی سازی کردن. مثال خیلی پررنگش مصر. مصر رهبر جهان عرب بود، شمشیر عرب بود، مصر شکوه بازگشته عرب بود، ناسیونالیسم عربی احیا شده بود. جمال عبدالناصر در مقابل قدرت‌های مثل بریتانیا و فرانسه، نه امروز ذلیل، در مقابل ایران، برای اونا که هنوز ابرقدرت هست، و اسرائیل ایستاده بود. در آفریقا شور و نشاط و شور و اشتیاق ایجاد شد، استعمار یک به یک از کشورها بیرون میشد تو مقطع و مصر حمایت میکرد. یکی از ورودهای مصر به یمن در با خروج بریتانیا بود، کانال سوئز ملی شده بود. درسته که در جنگ ها شکست هایی بود، ولی ایستاده بود. چه شد؟ انور سادات رفت با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها توافق کرد. چه بلایی سر انور سادات اومد؟ مصر کجاست؟ کسی خبر داره؟ مصر کجاست؟ کسی خبر داره؟ به منم خبر بدید. در این تحولات منطقه، در نقطه جغرافیایی مصر، تحولاتی به ضرر مصر اتفاق میفته، مصر کجاست؟ به من خبر بدید. نیست. و چه بلاهایی که سرشون نمیومد، چه کشت و کشتارها، چه فقری. و معروفترین جمله رو ترامپ داره، میگه گاو شیرده. در این ما تنش میسازیم، از شما پول میگیریم، شما رو میدوشیم تا تهدید خودی، تهدید شما رو که خودمون ها فریدیم برطرف کنیم. خب این 6-7 دهه هیچی نداشته برای اینها با غرب، هیچی نداشته، فقط یک چیز داشته. اون یک چیز البته کم نیست، بقای اینها به عنوان خاندانهای سلطنتی در این کشورها تضمین شده. آیا کافیه؟ خب آره، قابل درک و قابل قبوله. اما حالا شما میخوایی یه عادی سازی کنی در مقابل این عادی سازی، در مقابل کیه؟ بلینکن گفت این عادی سازی برای مهار ایرانه، تحتای امنیت ایران. ایران به قول اونا پراکسی داره، ولی نیروهای محور مقاومتی نام ببریم، از پشت سر، از تنگه باب المندب، پشت سر عربستان تو خود کشور ما. این برای کشور عربی تهدید امنیتیه، نزدیکی به اسرائیل میتونه این تحت امنیتی کنترل کنه، شاید از این زاویه نگاه میکنن. بعد از چند تا مسئله بهش بپردازیم، از نگاه آمریکا، از نگاه عربستان، از نگاه اسرائیل بپردازیم بهش، و از نگاه ایران عزیزمون.
از زاویه دید آمریکا به چه شکله؟ آمریکایی‌ها یاد بارها گفتیم اومدن برای مهار شوروی سنتور رو ایجاد کردن، همون توافق بغداد بود، ایران هم پیوست بهش، ترکیه که نوز ناتو هم بود اومد تو سنتور، عراق بود، انگلستان بود، پاکستان بود، یه سنتور درست کردن در شهر و یه ناتو. به نوعی الان هم داره همین کارو میکنه، در مقابل ایران یک ناتوی عبری عربی میسازه. این ناتوی عبری عربی باید توانمندی هایی داشته باشه برای مهار ایران. این توانمندی ها آیا وجود داره؟ میدونید یه موضوع اینجا هست که کنترل اون سخته. اون موضوع چیه؟ پس نگاه آمریکا شد یک ناتوی عبری عربی در مقابل ایران. حالا از نگاه عربستان این هستش که ما بتونیم یک چیزی رو برگردونیم. عربستان در اون شور و اشتیاق جوانی محمد بن سلمان وقتی به یمن حمله میکرد کاملا مسلط بود، جنگنده ها نیروی رزمی که از این ور اون ور جمع میکردن، ائتلافی که بود، پول نفتی که داشتن، ثروتمندان، صندوق ذخایر ارزی پادشاهی بیش از 700 میلیارد دلار بود. اما بعد چند سال اونجا یک جغرافیه جبریه، دسترسی انصار الله یمن به تکنولوژی پهپادی موشکی و هدف قرار دادن گاه و بیگاه آرامکو که حتی ظرفیت تولید دو تا 50% توی مقطعی کم کرد، بازدارندگی عربستان بود. در مقابل یک بخش محور مقاومت به طور کامل از بین برد. حالا شما با یمنی رو برستید که زیرساختی نداره ولی گفتمان محور مقاومت و ایدولوژیشون در اوج پتانسیل خودشه، یعنی تاب‌آوری مردمشون بالا برده. ما عربستان رو داریم، داره میاد توی ائتلاف با یمن که ایران رو کنترل کنه با مدیریت آمریکا. اما این عربستان بازدارندگی در مقابل یمن نداره. از اینجا یک مسئله بعد اتفاق بیفته. اون مسئله چیه؟ عربستان تلاش میکنه با ایجاد پوانگیری از آمریکا در توافق با اسرائیل بتونه خوش علاوه تکنولوژی در واقع نظامی هم ارتقا بده، هم در این توافق امنیت خودش رو لازم الاجرا و لازم الحفظ کنه برای آمریکا تا بتونه بازیگری کنه. یعنی به نوعی میتونیم اینطور ببینیم که ناتو بند پنجش وقتی فعال میشه، مثلا شما الان به ترکیه حمله کنید که کشورهای اروپایی بعد بیان پای کار، کشور عضو ناتو به دنبال رسیدن به یک چنین فرایندی. اما آیا یک چنین فرایندی از سوی آمریکا اجرا میتونه بشه؟ خب این یه نکته است که باید در آینده و توافقی که بیرون میاد جستجو کنیم. و عربستان از پیوستن به این ائتلاف بر فرض مثال بتونه بخشی از این موارد رو بگیره، چه نکنشگری قرار هست در مقابل ایران انجام بده؟ چون اون چیزی که من دارم میبینم دکترین کشورهای عربی مثل امارات، عربستان قبل از اینکه دکترینشون رو تعریف کنن باید بقاشون رو تضمین کنن. آیا عربستان میتونه بقای خودش رو صرفا از آمریکا بگیره؟ آنچه که در تحولات یک سال اخیر و قبلتر از حمله روسیه به اوکراین جستجو میکنیم چیه؟ اونها برای خرید این بقا کمی پلنهاشون رو متکثر کردن، یعنی توافقاتی با چین بستن، نفت یوان و توافقات پالایشگاهی، توافقاتی با روسیه داشتن در زمینه کاهش عرضه نفت بازارهای جهانی. خب این عادی سازی از طریق چین بین ایران و عربستان و آتش بس بین یمن و عربستان کمک کرد که آسیب پذیری اونها کاهش پیدا کنه و این کمی فضا و فشار از سوی عربستان به آمریکا بیشتر کرد، ولی عربستان سعی میکرد که توازن ایجاد کنه. حال عربستان در یک عادی سازی روابط با اسرائیل باید اینها رو کنار بذاره، چون شما دارید از آمریکا یک چیزهایی میگیرید و یک چیزهایی متحد میشید. اون چه که بلینکن میگه اینها متحد میشن چیه؟ کنترل ایران از طریق این ائتلاف ها. شما وقتی به سمت کنترل ایران میرید بر اساس منافع آمریکا این کارو میکنید. بر اساس منافع آمریکا ایران، چین و روسیه سه ضلع یک مثلث چالش هستند.
پس به همون میزان شما متحد هستید نسبت به روسیه و نسبت به چین هم بازی غربی انجام بدید. حالا اینجا اتفاقاتی میفته، حفظ اون سیاست های عربستان به عنوان توازن بین غرب و شرق و کنترل تحت امنیتی، این سیاست میره کنار. حالا یک سیاست تقابل عربستان با سزل چالش شروع میشه. پس حفظ آتش بس بین انصالله یمن و عربستان دشوار خواهد بود، این دشوار خواهد بود. این عادی سازی میتونه در کوتاه مدت و حرکت به سمت میان مدت تحولات جنگ یمن رو بیدار و آغاز کنه. این نکته اول. نکته دوم، در عادی سازی اسرائیل با عربستان، اسرائیل های خط قرمزی داشتن. اونها به خاطر جغرافی های کوچکشون و جغرافی آسیب پذیریشون که بازدارندگی نداشت، تلاش میکردن ضربات، یعنی توانایی زدن ضربه بالقوه، ضربه شدید به دیگران رو داشته باشن. مثلا تو بحث غزه، ضربه‌ای که اسرائیل به غزه زد وحشیانه بود، یا در جنگ با عرب، جنگ شش روزه، شخ زد اینها رو نیرو هواییش، با اختلاف مقتدر بود. همیشه این کارو کرده دیگه، در ورودش به لبنان. اسرائیل این توازن رو با تسلیح عربستان میتونه از دست بده. این یک موضوع، یعنی عربستان این چی تو دلش داره. نمیشه عربستان دست بالا پیدا کنه تو بعد نظامی مثل سای جنگنده F-35 و و و، اما سیاست موازنه مثبت بین منطقه شرقی و غرب رو حفظ کنه. این غیر ممکنه. عربستانی میتونه تسلیح بشه از سوی اسرائیل پذیرفته بشه که کاملا در جنگ با ایران بیسته و یک سیاست حتی اکثری غربی داشته باشه که بتونی این انحصار اسرائیل رو اجازه بده اسرائیل بشکنه. چون این دست بالای نظامی و توانمندی نظامی انحصار مطلق اسرائیل در منطقه از سوی غربه. پس این عادی سازی عربستان رو هول میده به سمت آنچه که امروز تواناییش رو من معتقدم نداره. ببینید اقتصاد عربستان صد مؤلفه‌ای که نیست، تک مؤلفه‌ایه. پس محمد بن سلمان با ورود به این بازی وارد حلقه آتش و در واقع نقطه بسیار خطرناکی میشه. نقطه دوم، حال با پیوستن دیگر کشورها به این بازی چی؟ امارات، قطر که حتما ورود نخواهد کرد، اون میانه رو حفظ میکنه، مصر، شاید سودان تحولات داخلی داره، فعلا مؤثر نیست. ببینید یک دوگانگی تنشمند در اجلاسیه کشورهای حوزه خلیج فارس در اون بحث عربیشون، جهان عربیشون ایجاد خواهد شد. اینجا یک مسائل وجود میاد که تضاد منافع زیاد رو در دل خودش تو اون اتحادیه ایجاد خواهد کرد. اما یک موضوع دیگه هم هست، اونا به تازگی شروع کردن به عادی سازی هایی. حالا برای اینکه این رو بتونن کنترل کنن یک راه دارن. عربستان با این عادی سازی باید بتونه بشار اسد و سوریه رو با راهکار حرکت به سمت کنترل نیروهای مخالف بشار اسد و پوانهای اقتصادی به سمت خودش جذب کنه و عراق رو با تحولاتی به سمت خودش حرکت بده. یعنی سوریه و عراق برن به سمت کنترل نیروهای محور مقاومتی برای اثرگذاری روی این ائتلاف. اینجا ایران رو درگیر یک بازی داخلی در عراق و سوریه میکنه که بازدارندگی بهش ایجاد کنن. این خیلی سخته، خیلی سخته، چون دیر شده. ایران امکان نداره بذاره اینو جد میگم، شاید اینجوری نباید مستقیم گفت، شاید یک نگاه سیاس کردن اشتباه باشه، ولی بذارید مستقیم بگم.
ایران دیگه امکان نداره با اون ناسیونالیسم عربی که وجود داره اجازه بده یک جریان قدرتمند در عراق شکل بگیره. باید تکثر قدرت باشه، باید همه جریان ها تأثیر بذارن تا یک جریان قدرت که بتونه یک سیاست ضد ایرانی در واقع تحمیل کنه به کل جغرافیا، مثل کاری که صدام کرد، ایجاد نمیشه. اینجاست که میگم دیر شده نمیتونن، چون دولت هایی که بخوان بازی ضد ایرانی در کنار امپریالیسم آمریکایی بازی کنن سقوط خواهند کرد. اما در واقع بشار اسد کمی بحث متفاوته. خب ایران اینجا چه خواهد کرد در این عادی سازی؟ من فکر میکنم اولین چیزی که رقم میخوره چین و روسیه و ایران به یک رویکرد جدیدتر و نزدیکتری نسبت به منطقه ما خواهند رسید که به هم نزدیک میشن. در راجع منطقه ما صحبت کنم، نه فضای ضد آمریکایی. چین و روسیه و ایران به سمت منطقه ما ائتلاف گونه تر و نزدیکتر بازی خواهند کرد. وابستگی چین به انرژی ایران تشدید خواهد شد. اهمیت راه های پاکستان و افغانستان برای چین برای ورود انرژی تشدید خواهد شد. اینجا نزدیکی ایران و پاکستان به شدت کلیدیه و مدیریت کردن مشکلات افغانستان و پاکستان برای ایران و چین که از سفر آقای رئیسی داشتیم. چرا؟ چون کشور عربی وقتی میرن توی یک سنتو برای همون سنتویی که میخواست شوروی رو مهار کنه برای مهار ایران، در واقع این سنتو یک پیمان برای در یک بعد بزرگتر برای کنترل چین و روسیه. پس این راه ها برای ورود انرژی، امنیت انرژی خیلی مهمه. چین باید این نفت رو تامین کنه. ممکن اونها با در مقطع خودش با نیب آمریکا حتما صادرات رو کنار خواهند زد. ایران مستقلا نفت میتونه صادر کنه و راه های ایران به چین اهمیت زیادی داره و واسه چین به ایران هم بیشتر میشه. در دلش اهمیت کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال از مسیر ایران تشدید میشه و جنوب به شمال ایران از طریق هند به روسیه در گذر زمان از سوی هندی ها میره به سمت پروژه عرب مدی و این سمت در واقع هندی ها نه اینکه رهاش کنن، اما تلاش میکنن به تأخیر بندازنش. اینجا روسیه هم تحت تأثیر منفی میتونه قرار بگیره. پس ببینید ما الان داریم میریم به سمت منطقه‌ای که داره جبهه بندی و ائتلاف گیری میکنه در مقابل هم، اما در اشل بزرگتر این تقابل برای آمریکا در مقابل چینه و سه ضلع چالش روسیه، چین، ایران. آیا این توانمندی رو داره برای کنترل ایران؟ دیر شده. اونا نمیتونن ایران رو کنترل کنن. آیا پایداری و ماندگاری میتونه داشته باشه؟ من معتقدم مشروط به این هستش که ایران و محور مقاومت نرن به سمت مثلا درگیر انصاره یمن و عربستان، زیر ساختایی که بخوره، بندر فجری که به رو هوا. ببینید خرید بقا و حفظ امنیت ابتدا باید اتفاق بیفته، بعد شما ائتلاف ضد ایرانی تشکیل بدید. اگر این در واقع ائتلاف اتفاق بیفته، من معتقدم اجنس هفته اکتبر دوباره شکل میگیره، بهار عربی از یک جای دیگه شروع میشه، ضرباتی وارد میشه و این بقا و امنیت اینها رو وقتی مختل میکنه نمیتونن نقش ائتلافی خودشون رو در کنسل در مقابل ایران ایفا کنن. ایران در این موضوع فوق‌العاده است، عالیه. پس منتظر جنسی از تحولات این چنینی در منطقه بعد از این عادی سازی باشیم. این مهمه. باز هم راجع به صحبت خواهم کرد. منطقه داره به سمت تغییر میره. این تغییر به معنای نظم منطقه نیست. نظم منطقه بعد از تحولات تعیین میشه. ایران منطقه رو تعیین تکلیف خواهد کرد و خواهد چید یا آمریکا. در نهایت منطقه ما با یک رهبر میتونه تعیین تکلیف بشه. اون رهبر ایران خواهد بود و منطقه رو به سمت منافع مشترک هل میده، یا آمریکا خواهد بود و منطقه رو در تنش نگه میداره. تعیین کننده این بازی همین تئوری بازی هایی که ما داریم برای شما میچینیم، دو تا به رقیب هستن، در کلیات جزئیات زیاد اهمیت نداره. اونها هستن که سناریوهای همدیگه تشخیص میدن، در این تشخیص سناریو مهره هاشون رو میچینن و فاتح
در نهایت مشخص میکنه که این منطقه به سمتی حرکت میکنه. بازم خواهم داشت بررسی های از این دست، مواضع چین و روسیه، نوع چیدمانشون، بازیشون، سیاستاشون به زودی مشخص خواهد شد و میریم در واقع به پارت اصلی نظم بعدی دنیا در منطقمون وارد میشیم. همینطور که به زودی پارت اروپا هم شروع میشه بین روسیه و ناتو و پارت چین هنوز مونده، اونجا هنوز فعال نشده، گسترش کمی کار سخته، راجبش تحلیل دارم. اتفاقی در ژاپن داره میفته خیلی مهمه و اونجا میتونه یک شرایط و تغییرات بسیار بزرگی رو رقم بزنه که بهش میپردازم. از همراهیت ممنونم. لایک و کامنت کمک میکنه که این ویدیوها بیشتر دیده بشه در یوتیوب و این لطف شما هم از سمت من همیشه با دعای خیری که براتون دارم انشاءالله جبران خواهد شد. هر جای دنیا هستید لبخند به لب. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.